سلام همراهان کانال چل تیکه، به یه ویدئوی دیگه خوش اومدین. این ویدئو در رابطه با کلکل بامزه و جالب سرهنگ علیفر، گزارشگر قدیمی فوتبال، و علی لطیفی، بازیکن سابق استقلال که در برنامه لذت فوتبال شبکه ورزش اتفاق افتاد هستش. البته این یه بحث قدیمی از سوی سرهنگ علیفر هستش در رابطه با ساختار دفاعی 3 نفره یا 4 نفره در فوتبال، که به این موضوع در این ویدئو خواهیم پرداخت. خیلی خوشحال میشیم که ما رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت فراموش نشه. ماجرا از این قراره که علی لطیفی به عنوان کارشناس بازی منچستر سیتی و وست هام در برنامه لذت فوتبال حضور پیدا کرده بود و در ابتدای برنامه و پیش از آغاز بازی در مورد ساختار هجومی تیم‌های تحت رهبری پپ گواردیولا، مارچلو بیلسا و یورگن کلوپ صحبت‌هایی رو انجام داد. بعد از این صحبت‌ها سرهنگ علیفر گزارش بازی منچستر سیتی و وست هامو شروع میکنه و بعد از سلام و نام بردن اسم مجریان برنامه و بدون نام بردن اسم کارشناس، کنایه عجیبی رو به اونا میزنه. بریم این صحبتهای گزارشگر عزیزمون رو بشنویم. البته توجه داشته باشید که ما به علت قوانین کپی رایت یوتیوب نمیتونیم تصاویر بازی رو براتون بذاریم و فقط بریم صدای سرهنگ علیفر و این صحبتاش رو با هم بشنویم و برگردیم. دوستان فوتبال، دوستان ارجمند من، جناب آقای توتونچی، جناب آقای مجیدی، کارشناس محترم برنامه که برای 2-3 نفر هم زیاد تبلیغ کردن قبل از آغاز مسابقه، به هر شکل بایستی به کارهای فنی و فوتبال پرداخت و کمتر به حاشیه ها بپردازیم. جالب اینه که بدونید به طور کلی سرهنگ علیفر منتقد بسیار جدی مربیان مشهور خارجی از جمله پپ گواردیولا، یورگن کلوپ، ژوزه مورینیو و هر مربی که با سیستم 3 دفاع بازی نمیکنه هستش. در حال بعد از این صحبت سرهنگ علیفر در ابتدای بازی، علی لطیفی در بین دو نیمه جوابی رو به این موضوع داد. حالا اگر فکر میکنین قائل همینجا به پایان رسید، سخت در اشتباه هستید، چون سرهنگ در نیمه دوم برگشت و با یک تیکه سنگین پاسخ لطیفی رو داد. من یه نکته رو عرض بکنم، اگر قرار بشه تیم ها 50 سال قهرمان نشن و هوادارانشون حسرت بکشن، بهتره که ورزش صبحگاهی بکنن ورزشکاران و دیگه تیم تشکیل نشه. فوتبال به ستاره هاش و قهرمانی هاش زنده است، هرگز این نکته رو فراموش نکنیم، وگرنه خواهد مرد. بله، اینم از پاسخ جناب سرهنگ علیفر. خب البته این ویدئوی ما امروز بیشتر جنبه شوخی و فان داشت و برای ایجاد تنوع به حال و هوای ویدئوی کانال بودش. ولی اینم بگم که صحبت‌های جناب سرهنگ منو یاد کنایه سنگینش به جواد خیابانی انداخت که بد نیست اونم ببینیم. این حرفای جواد مثل میمونه یه داور 90 دقیقه 10 تا اشتباه بکنه، بعد بگه آقا من 80 تا رو درست گرفتم، 10 تا اشتباه بیشتر نکردم، بعد ببخشید. دوستان به پایان این ویدیو رسیدیم، سعی کردیم که فضای متفاوتی رو ایجاد کنیم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. خیلی خوشحال میشیم که اگر ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدید، لایک و کامنت فراموش نشه. رفقای کانال چل تیکه، تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار. گذب فنی و آهی دور و نهیل جربه و یه ضرب فنی و گل تصابی و خود با مدافع نفع یه ضربه سر و